درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه دوم خرداد ماه همراه ما باشید. در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به حملات شیمیایی به مدارس، احکامی بی سابقه برای 8 تن از آنان صادر شد. بر اساس احکام انضباطی این 8 دانشجو 1 تا 2 سال از تحصیل محروم یا به شهرهای اهواز، سمنان، کاشان، ارومیه و اردبیل تبعید شده اند. در خبری دیگر، جمعی از دانشجویان دانشگاه دخترانه شریعتی در اعتراض به ضرب و شتم یکی از دانشجویان از سوی حراست دانشگاه به علت نداشتن حجاب تجمع اعتراضی تشکیل دادند. مجید کاوه، وکیل جواد روحی که به دنبال حضور در اعتراضات روز 30 شهریور در نوشهر بازداشت و در دادگاه انقلاب ساری به 3 بار اعدام محکوم شده بود، از نقض حکم 3 بار اعدام برای موکل خود در دیوان عالی خبر داد. پدران محسن شکاری و محمد مهدی کرمی، 2 جوان اعدام شده در اعتراضات زن زندگی آزادی و برادر سپهر اعظمی، از کشته شدگان این اعتراضات دیدار کردند. ماشاءالله کرمی، مسعود شکاری و سیامک اعظمی یاد این جوانان جانباخته را گرامی داشتند. عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، بار دیگر نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خشک شدن دریاچه ارومیه در شمال غرب کشور هشدار داد و گفت اگر این دریاچه خشک شود، باید 4 میلیون نفر را از تبریز و شهرهای اطراف آن تخلیه کرد، چون بیشتر از 10 سال نمیتوانند غبار نمکی را تحمل کنند. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گفته است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در هفته‌های اخیر 2 بار تلفنی گفتگو کردند. گزارش جروزالم پست در حالی منتشر شده که در هفته‌های اخیر از تلاش ایالات متحده برای عادی‌سازی روابط بین این دو کشور گزارش‌های منتشر شده بود. هفته گذشته نیز نشریه آمریکایی اکسیوس گفته بود دولت جو بایدن امیدوار است عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان ظرف 6 یا 7 ماه آینده صورت پذیرد.